بله، شماها یه چیزی شنیدید که تو دنیا تو خارج یه سری کتاب‌هایی رو اخیراً تو این 20 سال اخیر که منتشر شده و در ایران هم توی کتاب فروشی‌ها هست، کتاب‌هایی که ناشرانی اونها رو منتشر کردن و نویسندگانی چون استفان کاوی. برید بخونید 7 عادت مردمان مؤثر، اصلا زندگیتون رو زیر رو میکنه. گارسیا مارکزشون کتاب می‌نویسه، آدم 100 سال تنهایی می‌خونی، میری 100 سال تنهایی. کتاب هایی که آنتونی رابینز و کوین ترودو و نمیدونم برایان تریسی، این چیزا که اینا نوشته، اینا همه برای خارجی هست. یا این سخنرانی های انگیزشی که من دیدم چند سالی هست، 20-30 سالی هست در ایران باب شده، میان سخنرانان انگیزشی فقط جوان ها رو باد میکنن. بابا تو راهکار باید ارائه بدین که تو بیا بگی تو باید به خودت بخوایی، به خودت ایمان ببری، بدانی که در جایی که ایستاده همینجا در جایی که همونجا کنیز تمام میکنم تو رو برگردن. بعد این کلاس تموم میشه، اون وقت باد میکنی و فستش خالی میشه. بادش این راه کار بهش ارائه بگو آقا اینه، تو که حرف قلم به سلم به هر کسی خوب میتونه برون بالا بگه. خب دوتا کتاب خوندی، یه چیزی شنیدی، اومدی جوان مردم میگی از کمین امتاب اگر کاری رو که دوست داری تو بابان ترک کنی بذاری کنار. خیلی ها همین کار رو کردن، کارشون رو ترک کردن، از فرداش بدبخت شدن، جن کار دیگه‌شون نمیاد. ما از این دردسرا زیاد داشتیم، اما اینا همه واسه خارجیات، از مال ایران صدق نمی کنه. اون برا خارجی که میگن صبح که از خواب بیدار شدی اولین کاری که میکنی لبخند بزن به کائنات، انرژی مثبت خودت رو به کائنات منتشر کن تا کائنات به تو پاسخ بدهد و بهترین ها را در زندگی تو جاری کند. شما تو ایران صبح از خواب بیدار شدی اخ کن لطفاً، چون تو ایران صبح از خواب پا شدی لبخند بزنی کائنات میگه اه؟ ایران داری زندگی میکنی، صبح پا شدی لبخند، دهن سرویس تا شب دهن تو میگه اینجا فهم میکنه ایران بله بسه فهم میکنه. هیچ وقت این کارها رو الکی نکن. چه خبرتونه؟ نامه آوردن به خاطر همین کارای شما. جلو موهات زیاد کوتاه میکنی بزرگوار. پشتش هم نیست، داره میره انگار داره میاد. خدای من مگه دارین؟ عظمتت رو شکر برگام ریخ روی این برگه، حالا پر برگه روی این برگه، بذار کنم میریزه. این تشکر نوشتن برای من. تشکر میکنیم از همه آذرماهی ها که اینجا هستن. تو سالن داریم آذرماهی ها، و تولدت مبارک باشه. یه خبر خیلی خوبم بهتون بگم، 20 و 21 دی ماه همینجا کنسرت خنده ای میخوام برگزار کنم به خاطر این حسنیتی که نشون دادید و این استقبالتون که به عقل جن هم نمیرسه. اصلش اون 20 و 21 تعداد کمی بلیت مونده، حدود 4000 تا بیشتر نمونده. از 24000 تا 20000 تاش رفته، میخندی شب رسیدی خونه تموم شده اونها. آره با دوستا و فامیل اگه میاین یا نه شما برو بیرون تو من. اما خب تنظیمات قشنگی انجام میده، موسیقی زیاد کار کرده. داشتیم میامدیم سمت تالار، خیلی ممنون چرا شما زحمت کشیدین. اون رو انداختی که زود اسمت در بیاد، نه خوب نداره. تو اتوبان خیلی ترافیک سنگین بود، خانمی جلوتر از ما رانندگی میکرد. دو خصوصیت عجیب در رانندگی خانم ها وجود داره: یک، راه نمیرن، دو، راه نمیدن. حالا تا هی چراغ بده هی بوق بزن، لاین سرعت رو گرفته ولم نمی کنه. وقتی بهش نزدیک میشی از بغل که نگاش میکنی میبینی صندلی رو چسبونده به فرمون، دو دستی این فرمون رو گرفته فرمون در نره و تمام تلاشش اینه که سپر ماشین رو نگاه کنه. یکی نیست بگه خب خواهر من ماشین آیرودینامیکی 206 دستا رو بخواه.
من پیشاپیش تبریک میگم روز مادر رو به همه شما عزیزان و اینکه امید دارم که این روز هم مثل همه سالها با شکوه برگزار بشه. واقعا مادر به قول بزرگی تمام خوبی های جهان رو که عصارش رو گرفتن شده مادر. سلام بر تو که آلال پروری مادر، گلوی فاجعه را خشم خنجری مادر. سلام بر تو که خدای احترامت کرد، بهشت گستری خیش را به نامت کرد مادر. تو بهترین افتخار مادرهای خوبتون دست باشد. خیلی متشکرم عزیزان. حواستون رو جمع کنید. گفتم مادر، یه خاطره یادم اومد از مادرم. بهم گفت پسرم برو یه آسیاب برا من بخر. رفتم بازار امین حضور، تا آسیاب رو برداشتم فروشنده گفت آقای ریوندی این آسیاب در واقع بش نیست، این چینیه در واقع. گفتم بازم به مرام تو که میگی آسیاب چینیه، اما چینی هم جنس درجه یک و دو و سه داره. حواستون رو جمع کنید، خواهش میکنم. در خرید هاتون اجناس چینی بیداد کرده. الان حتی من شنیدم دوستان سوهان قم ساخت چین هم اومده به جون خودم سالن ها، چرا که اصولا تحقیقات نشون داده خانم ها دو برابر آقایون حرف میزنن، برای اینکه خانم ها هر حرفی رو باید دو بار بزنن تا آقایون متوجه بشه. سلامتی همه باباهایی که شماره رمز کارت آبربانکشون شماره شناسنامه شونه. من خیر مقدم میگم به مهمانان بسیار ارزشمندمون. خانم ها آقایان، جناب آقای اصغر فرهادی اینجا است. دوست خوبمون جناب آقای شهبازی که در حسه پدر نادر بازی میکردن. خیلی خوش آمدید آقای فرهادی، خیلی خوش آمدید. به عنوان یک ایرانی وقتی که جایزه اسکار رو در دستان شما دیدم به خودم بالیدم که در قرن اخیر بی سابقه بوده در صنعت سینما کسی از ایران بتونه این جایزه ارزشمند رو از میان رقبای سرسخت جهانی که در فیلم واقعا قوی هستن، جناب آقای اصغر فرهادی بتونه این جایزه ارزشمند رو برنده باشه. با عزت بده. سلامتی همه باباهایی که شماره رمز کارت آبربانکشون شماره شناسنامه شونه، برای اینکه دیگه نمیکشه چیزی حفظ کنه، رسیده ته خط. شماره شناسنامه‌اش 11 است، میگه 2 تا 11، خیال خودش راحت میکنه. سلامتی همه این مردای بامرام، مخصوصا اون آقایی که شب نرفت خونشون، صبح که رفت خانومش بهش شک کرد، گفتی شب کجا بودی؟ گفت دروغ نگو، 10 نفر رفیق داری، 10 نفرشون من میشناسم، الان به همشون زنگ میزنم. به 10 نفرشون زنگ زد، 8 نفرشون گفتن دیشب اینجا بوده. بله. و 2 نفرشون گفتن هنوز اینجاست خوابیده. سالون داره از دست در میره. یه آبغن به من برسونید. روز زن هست.
نزدیک. بزرگترین کسالت داشتن شوهر. بزرگترین تفریح سر کار گذاشتن شوهر. بزرگترین جهاد نشاندن شوهر سر جاش. بزرگترین کار تربیت شوهر. بزرگترین خوشبختی نداشتن شوهر. از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی.